و ما اصلا دیگه ولتاژی نداریم. پس میتونیم پایه M1 F2 خودمون رو به عنوان ولتاژ اصلی در نظر بگیریم، که ولتاژی که از باتری میاد. پایه CPB4 میشه ولتاژی که سویچ میاد. خب چه تفاوتی هست؟ این به عنوان نگه دارنده یه حافظه ی ایستیو هست، اما این زمانی است که شما سویچ رو باز میکنید. سویچ که باز میکنید چه اتفاقی میافتاد؟ 3 تا 5 ثانیه از قسمت پایه M2 F3 ولتاژ میرسید به رله دوب و بوبین مربوط به رله بنزین رو فعال میکرد. پایه های 5، 6، 4 و 13 ولتاژ مثبت دریافت میکردن، که مثلا 5 اگه یادتون باشه همین چه لحظه پیش گفتم مربوط به چی بود؟ انژکتورامون بود. 6 مربوط به پمپ بنزین، 4 و 13 مربوط به قسمت های دیگه مدار، ولتاژ به اونها میرسه. پس نتیجه زمانی که شما میخواید ولتاژ سویچ باز رو در نظر بگیرید این اتفاق برای شما میافته. اما عمل کرده انژکتور به چه صورتی هست؟ زمانی که ECU دور موتور رو دریافت میکنه. زمانی که چی؟ زمانی که به طور مثال از قطعه 16-20 ما اطلاعات سنسور اطلاعات سنسور دور موتور ما رو دریافت میکنه. زمانی که اطلاعات دور موتور دریافت شد، ECU دارای ولتاژ مثبت و منفی و همچنین ولتاژ ورودی از سویچ رو داشت، اون وقت خروجی های ما رو در نظر میگیره. برای این کار میتونیم از یک شبیه ساز دور موتور استفاده کنیم. میتونید از کامپیوترهای شخصیتون این کار رو انجام بدید، با قرار دادن یک ورد یک شبیه ساز رو برای خودتون از لحاظ دور موتوری ایجاد کنید. اینو وصل میکنید مثلا به پایه M2B1 یا M2B2 و دور موتورم برای ما شبیه سازی میشه. وقتی سویچ رو باز میکنید دور موتور رو هم شبیه سازی کردید، ECU متوجه میشه که شما استارت دارید میزنید. چون استارت وقتی میزنید دور موتور شروع به دادن پالس میکنه. زمانی هم که استارت میزنید ECU متوجه میشه که باید سیستم جرقه خودش، پمپ بنزین خودش که مربوط به پاشش انژکتورها میشه و تنظیمات انژکتور رو چیکار کنه؟ شروع کنه به انجام دادن. پس جرقه ها وجود داره و خروجی انژکتور هم وجود داره و شما اون لحظه میتونید روی ECU تستشو بزنید که آیا این پایه الان خروجی رو به ما میده یا نمیده، که اغلب دوستان دیگه این کارا رو زیاد انجام نمیدن. تا اومد ماشین دیدن مشکل از ECU هست یا یه دونه ECU عوض میکنن مطمئن که شدن، سری میان IC سیستم انژکتور رو تعویض میکنن و نتیجه حاصل میشه و کارشون انجام میدن میرن. این زمانی هست که حالا به طور مثال شما میخواید یه خورده با اطمینان بیشتر با کارهایی های تئوریک بیشتر این کار رو انجام بدید. پس در نهایت مشکلاتی که گفتیم روی یه دونه IC به وجود میاد در ECU های دیگه هم هست. این نکته رو دقت کنید، ما یک سری مطالب رو به شما داریم میگیم، اما شما فکر خودتون رو هم باید به کار بندازید. همه چی این نیست که ما داریم به شما میگیم، همه چی اون هست که مغز شما پردازش میکنه. یعنی که شما میدونید آقا این مدار سیستم انژکتور چیه، چی کار میکنه. وقتی یه عیب به وجود میاد با ذهن خودتون اول پردازشش کنید، چرا این عیب به وجود اومده، چه دلیل هایی میتونه داشته باشه، خرابی چه قطعه‌ای میتونه این عیب رو برای ما به وجود بیاره. بعداً دست به کار بشید. همیشه نگاه کنید باز کردن ECU، تعویض IC یا حالا هر قسمت دیگه خیلی کار ساده‌ای است. شما شروع میکنید به کار کردن، نیم ساعت، یک ساعت ممکنه وقت شما رو بگیره، اما فکر کردن در اون مورد 10 دقیقه از فکر شما رو میگیره. دلیلش چیه که این اتفاق افتاده؟ چرا انژکتور پاشش نمیکنه؟ چرا ما ولتاژ یک سره داریم؟ اینو وقتی بررسی کردید تمام این قسمت ها، همونطور که مثلا گفتیم اینجا گفتیم قبل از اینکه IC رو عوض کنید
انجکتور ها رو تست بزنید، ریلی دوب رو تست بزنید، سویچ اینرسی که در بعضی از خودروها وجود داره چک بزنید، بعد کل سیستم رو به قول انجکتور رو چکاپ بزنید، بعد یه ای سی یو رو عوض کنید و در نهایت رفعه اینه که آی سی رو عوض کنید. پس این مطالب رو همه رو در نظر بگیرید. خواسته ما این هست که شما فکرتون به کار بیفته. همه چی وابسته به ما نیست. شما خودتون یواش یواش وقتی اطلاعات رو میگیرید باید روی پای خودتون بتونید بایستید. تجربیات خودتون رو وقتی کسب میکنید یادداشت کنید، بنویسید. و ابتدای امر خودتون روی سیستم کمی فکر کنید، ببینید که مورد از کجا میتونه باشه. بعدن اگر که متوجه نشدید یا حالا به نتیجه نرسیدید، اون وقت تماس بگیرید. اگر کمکی از دست من بر بیاد در خدمتتون هستم و راهنمایی میکنم که بتونید اون کار رو انجام بدید. نکته پایانی اینه که گفتیم در کنار هر مقاومت، در کنار هر آی سی، مقاومت خازن دیود ممکنه وجود داشته باشه. اگه آی سی رو تعویض کردید و دیدیم جواب نداد، اون مقاومت و خازن ها و دیود ها رو هم باز میکنیم، تستشون میزنیم که در قسمت موارد تست اهمی عرض کردیم خدمتون. در صورتی که اونها سالم بودن، به قسمت های دیگه مدار میپردازیم که مدار قطعی نداشته باشه، از پشت فیبر باشه یا مربوط به آی سی های دیگه باشه. پس تا اینجا ما موارد خرابی مربوط به انجکتورها رو خدمت دوستان عرض کردیم که به چه صورتی ممکنه خودش رو نشون بده. امیدوارم که این فیلم برای دوستان مفید بوده باشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.